پانوراما زنده از امام حسین تی وی در کربلا. سلام بر شما. به مناسبت دهه بزرگداشت مهدویت و در آستانه نیمه شعبان، میلاد سراسر نور منجی بشریت، آخرین ذخیره الهی در زمین، حضرت مهدی عجل الله فرجه، در این برنامه پانوراما به موضوع مفهوم انتظار و وظایف شیعیان در عصر غیبت کبرا می‌پردازیم. با ما همراه باشید. از افتخارات و در عین حال اختصاصات شیعه باور به مسئله غیبت امام زمان عجل الله فرجه و تلاش برای زمین سازی ظهور آن حضرت است. اما در خصوص مسئله انتظار در عصر غیبت به اندازه کافی تبیین لازم صورت نگرفته و برخی از شیعیان برداشت و تصورشان از غیبت بیعملی و دست روی دست گذاشتن و صرفاً منتظر بودن به معنای چشم دوختن منفعلانه به آینده است. بیشک تعریف انتظار و وظیفه شیعیان در عصر غیبت اگر درست تبیین شود، بخش عمده ای از مشکلات کنونی وجود نخواهد داشت و زمین سازی ظهور نیز با رشد بیشتری پیش خواهد رفت. مهمترین وظایف شیعیان در عصر غیبت عبارتند از شناخت کامل و شناساندن معارف اهل بیت علیهم السلام، رعایت تقوا و تهذیب نفس، تلاش برای اقامه قسط و عدل، دفاع از مظلوم و مبارزه با ظلم و ظالم، رعایت حقوق و تکالیف متقابل مردم با یکدیگر و در برابر حاکمان، تعظیم شعائر الهی، تربیت نسلی آشنا به معارف اهل بیت علیهم السلام و محب و دوستدار ایشان. در واقع عصر غیبت کبرا فارغ از اینکه چند سال و چند قرن طول بکشد، یک دوره آماده سازی برای روز بزرگ ظهور حضرت مهدی عجل الله فرجه است. پس در این دوره آماده سازی شیعیان باید با تلاش و کوشش سعی نمایند هم خود و خانواده و اطرافیان و هم جامعهشان را برای ظهور آن حضرت آماده نمایند. اینکه باید دنیا را ظلم و جور پر کند تا حضرت ظهور نماید، برداشتی نادرست از حدیث مشهوری است که می‌فرماید یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. امام زمان عجل الله فرجه زمین را پر از عدل و داد می‌کند زمانی که پر از ظلم و جور شده است. ادعی با سطحی نگری می گویند ظهور محقق نمی شود مگر اینکه زمین پر از ظلم و جور باشد. پس نتیجه می گیرند که نباید جلوی ظلم را گرفت. این پر شدن ظلم یعنی زمانی که مردم همه مشتاق عدالتند، اما ادعی در حال ظلم و ستمند و برای همین اعتراض مردم برانگیخته می شود. انتظار در عصر غیبت یعنی منتظر باید طالب عدل و برقراری عدالت باشد تا زمین سازی برای ظهور تحقق پیدا کند. تلاش برای برقراری عدالت از مفاهیم محوری فرهنگ شیعی و اسلام علوی و از کلیدواژه‌های زیربنایی مفهوم انتظار در عصر غیبت کبرا است. حاکمیت‌های مدعی اسلام که ریشه در اسلام اموی و عباسی دارند، همواره تلاش می‌کردند برداشتی سطحی نگرانه و انتزاعی از مفهوم انتظار و غیبت را به شیعیان تحمیل نمایند و عنصر عدالت‌خواهی را از آن زدوده و یا کمرنگ کنند تا مانع از قیام‌های عدالت‌خواهانه شیعیان شوند. مفهوم انتظار تحرک و تلاش و پویایی است، نه رکود و رخوت و ایستایی، و درست به همین علت شیعیان باید در عصر غیبت برای زمین سازی ظهور آن حضرت تلاش زیادی نمایند و نشان بدهند که خودشان را برای ظهور آماده کرده اند. این آماده سازی یعنی تلاش برای داشتن جامعه ای انسانی و عادلانه و حق مدار پیرامون معارف حقه اهل بیت علیهم السلام، دور از ظلم و تبعیض و فقر و فساد و تباهی. بیننده های محترم شبکه امام حسین علیه السلام، در پانورامای امشب جناب حجت الاسلام سید محمد علی طباطبایی، پژوهشگر دین از قم، و جناب مجتبی امینی، پژوهشگر علوم اسلامی از کربلا ما را همراهی می کنند. شما نیز با ما بمانید.
میهمانان محترم شبکه امام حسین علیه السلام، جناب حاج آقای طباطبایی و جناب امینی، سلام علیکم، وقتتون بخیر، اسعد الله ایامکم. اگر کدام یک از مهمانان صحبت میکنن، من صدای شما را ندارم. حاج آقای طباطبایی، جناب آقای امینی، صدای بنده دارید؟ بله بله، بنده با عرض سلام خدمت شما و مهمان گرامی و تمام بینندگان عزیز. علیکم السلام و رحمت الله. به مناسبت میلاد با سعادت امام مصلحان و آزادی خواهان عالم بشری. احسنتم، متشکرم. خب ظاهرن حاج آقای طباطبایی صدای بنده رو ندارن. جناب آقای امینی، صلاح میدونید که سوال ابتدایی رو از شما بپرسم تا جناب حاج آقای طباطبایی به جمع ما اضافه بشن؟ بفرمایید. بله، با توجه به روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، منتظران واقعی امام زمان عجل الله فرجه چه ویژگی هایی دارند و بفرمایید که نقش انتظار در زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان چیست؟ جایگاه تفکرش تشیع در واقع ما رو به سه مفهوم میرسونه، چون کسی که واقعا خودش رو شیعه میدونه باید همواره سه مفهوم رو در طول زندگیش حلاجی بکنه. یکی مفهوم هجرت، یکی مفهوم انتظار و یکی مفهوم رجعت، که این سه در برگیرنده خیلی مسائل خواهد بود. خصوصا کسانی که به هجرت فکر میکنن یاد میگیرن که چطوری از بدیها به خوبیها رو بیارن و با الگوهایی که ما خوشبختانه در تفکر شیعه داریم با وجود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و ائمه اطهار، اونها به ما یاد دادن که چطور از بدی‌ها به خوبی‌ها هجرت کنیم و اصول اخلاقی و اعتقادی رو به ما یاد دادن که در نهایت به کجا ختم خواهد شد و به ما آموزش دادن که در انتظار روزی باشیم که بتونیم قسط و عدل رو هم ببینیم و در جایگاه رجعت خواستگاه‌های واقعی رو بیان کردن، چه در آیات قرآن، چه در روایات، چه در اخبار و احادیث، همه گویای این مسائل هست. اگر وقت کافی باشه به یکی یکی از اینها میپردازم. گرم شم اگر حالا اشاره به اختصار داشته باشید. ما از اونجایی که مأموریم به آموزش و یافتن مسائل اخلاقی و اعتقادی و وقتی که گام در این راه میذاریم متوجه میشیم که باید از بدی‌ها به خوبی‌ها رفتن باید براش بها بپردازیم و در زمانی که بها میپردازیم در مقام هجرت باید به یک مسائلی توجه کنیم که الگوهایی رو که در نظر میگیریم چه کسانی هستن. آیا الگوهای ما امثال کسانی مثل علی علیه السلام و یا اولاد طاهرینشون هستن و یا افرادی که فقط دغدغه آزادی بشری از شکل ظاهری رو دارن؟ این بدی‌ها و خوبی‌ها رو که ما در سایه اخلاقیات و اعتقادات که باید پیگیر باشیم تا بتونیم هجرت واقعی رو در زندگی خودمون سر و سامان بدیم به ما کمک میکنه که در جهت درستی قدم برداریم. بله. و ظایفی رو برای ما رقم میزنه که در نهایت به مسئله انتظار کشیده میشه، چرا که ما قسط و عدالت رو در جوامع بشری جاری شده نمی‌بینیم. لذا ما مأمور میشیم به انتظار زمانی که باید کسی یا کسانی در قدرتی ظاهر بشن که بتونن اون رو به منصه ظهور برسونن. لذا ما با توجه به مسئله هجرت گام در مسئله انتظار میذاریم و پس از گام گذاشتن در مسئله انتظار میبینیم که باید شایستگی ها و وارستگی هایی رو در نظر بگیریم که اون هم باز مأخذ از بزرگانیه همچون ائمه علیهم السلام. چرا؟ چون در هر زمانی به ما نشان دادن که در مبارزه با ظلم، ظالم و مظلوم چطوری باید جایگاه صحیح رو انتخاب کنیم، آیا در کنار ظالم قرار بگیریم یا در کنار مظلوم.
جایگاه بشری کجاست. برای شایستگی و وارستگی در مقام انتظار باید انتظار چی چیزی و چه کسانی و چه راه و روشی رو داشته باشیم. لذا پس از مسئله انتظار به مسائلی برمیخوریم که میبینیم این مسائل اصلا شدنی نیست. چرا؟ چون تا الان تاریخ بشر نشون نمیده که به طور مطلق قسط و عدالت جایگزین این همه شرارت هایی که از بشر سر میزنه شده باشه. لذا ما به جایگاهی میرسیم که اعتقاداتی رو پیدا میکنیم که میبینیم در طول تاریخ بشری مصادیق زیادی هم داشته. یعنی مسئله رجعت که باید در زمانی این مسئله رخ بده و این زمان همزمان میشه با ظهور منجی بشریت که میبایست تمام کسانی که در این راه از جان و مال و ناموسشون گذشتن تا این مسائل تحقق پیدا بکنه، اونها هم باید به وعده های الهی سر و سامان بدن و اونها باید اون وعده های الهی رو به عینه به منصه ظهور بذارن و ما باید این تربیت و این شایستگی ها رو در خودمون و اطرافیانمون ایجاد کنیم، نه اینکه در شیوع ظلم و جور و جسارت کوشا باشیم که بخوایم زمین ساز ظهور منجی عالم باشیم، که قصص و داستان و شواهد زیادی وجود داره که اگر بخوایم یکی یکی میتونیم به اونا اشاره کنیم. بله متشکرم. جناب آقای طباطبایی صدای بنده رو دارید؟ بله من صدای شما رو دارم جناب امام، شما صدای من رو دارید که انشاءالله. بله بسیار با کیفیت خوب. یک بار دیگه خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم. اسعد الله ایامکم. و علیکم السلام و رحمت الله. محضر مبارک حضرت عالی دستاندرکاران این برنامه پرگوهر و مهمان گرامی و عزیزتون در خدمت شریفتون هستم. بزرگوارید. حاج آقای طباطبایی برای آشنایی بیشتر با مفهوم انتظار بفرمایید تعریف انتظار فرج چیست و انتظار فرج چه تفاوتی با امید و انتظار منفعلانه دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. برای رسیدن به مفهوم انتظار اولین چیزی که شایسته است گفته شود دلیل انتظار است. انتظار یعنی استقامت بر رسیدن به یک هدف. حالا این هدف میتونه از آمدن شخصی باشه یا از رسیدن ما به محضر شخصی باشه. من برای اینکه این مفهوم در بیاد لازم دو مقدمه رو خدمت دوستان عرض کنم. مقدمه اول این که اگر قرار باشد غیبتی بشکند که مفهوم این غیبت یا اینکه این غیبت و نبودن یا در نظر نبودن به معنای آن است که شدت قربت به این درجه منتج شد که یک حقیقتی در حجاب قرار آن هم حقیقتی که مصدر حیات خلقت است. برای دفع این غیبت لازم است که قربت شکسته شود و برای رسیدن به این که این قربت شکسته شود باید افراد با معرفت خودشون رو در عرصه امتحان نشان بدن. در کتاب احتجاج تبرسی یک نامه ای رو از معصوم علیه السلام به شیخ مفید نقل می کنن که در یک فراز این عبارت ولو ان شاءنا وفقهم للطاعة آمده. بله. که دو تا بعد رو برای شکستن غیبت تعریف می کنه. یک بعد، بعد اجتماعی که همون جایی که می فرماید که الاجتماع من قلوب فی الوفا بالعهد علیه. یک بعد دیگه هم هست که همون بحث وفای به عهد است. اون وفای به عهد در فراز بعدی توصیف میکنن به حق معرفت نتعجل لها مستعاده به مشاهدتنا علی حق المعرفه. پس لازمه این که غیبت شکسته شود این است که آدم های پیدا بشن که معرفت داشته باشن. من برای اینکه معرفت رو توضیح بدم
اشاره میکنم به روایت معرفت که در جلد 26 بهارالانوار آنجا در یک حدیث مفصلی است که حضرت سلمان و جناب جندب مشهور به ابوذر خدمت امیرالمومنین رسیدند برای اینکه سوال کنند از امیرالمومنین در باب مقام معرفت امیرالمومنین به نورانیه. آقا بعد از این توضیحاتی که میدن عبارت میفرمایند که انه لا یستقبل احد الایمان حتی یعرفنی کنها معرفتی به نورانیه. حضرت میفرمایند که اصلا ایمان یا همون معرفت ایجاد نخواهد شد مگر اینکه من رو به نورانیت بشناسه. فاذا عرفنی به هذا المعرفت، اگر این اتفاق بیفته شما بخواید من رو به این معرفت بشناسید، فقط امتحن الله قلبه للایمان، هر کس بخواد این کارو بکنه باید قلبش رو برای ایمان امتحان کنه. یعنی چی؟ من یک قصه ای رو برای شما، یک روایت رو بخونم از روایت سهل ابن حسن نیشابوری که آمد خدمت امام صادق و او هم درخواست شکسته شدن غیبت یا غیبت حضرت در ملأ عام، به تعبیر شکسته شدن قربت حضرت رو خواست و از حضرت درخواست کرد که الان که در نیشابور برای شما خروج شمشیر زن آماده هستند برای جانفشانی، شما چرا قیام نمی کنید؟ همان لحظه بود که هارون مکی رحمت الله علیه که نماد بارز این معرفت است از در وارد شد. حضرت به هارون دستور داد در مقابل چشم سهل ابن حسن که هارون وارد تنور بشه. هارون بدون مکس و درنگ وارد تنور شد. سهل ابن حسن بسیار متعجب و خائف شد که چرا حضرت یه همچین دستوری به هارون داد و چرا حضرت باعث کشتن هارون شد. بعد از لحظاتی که گذشت حضرت به ابن حسن نیشابوری فرمودن که برخیز و در درون تنور رو نگاه کن. برخاست سهل ابن حسن و در درون تنور رو نگاه کرد، دید هارون مکی در تنور نشسته و مشغول ذکر خداست. حضرت به سهل ابن حسن فرمودن چند نفر از این آدم ها به تعبیر من با معرفت ها داری؟ و سهل گفتش که آقا هیچ کس تو نداره. شکسته شدن قربت حضرت منوط به اینه که افراد با معرفت این گونه که اعتماد به معصوم علیه السلام و عقل خودشون ترجیح میدن و حضرت رو در مقام نورانیت میبینن که این نورانیت به فرمایش امیرالمومنین هو الدین الخالص، اگر این افراد پیدا بشن و به این یقین برسن، حال چه علم الیقینه، حال چه عین الیقین و حال چه حق الیقین، به این معرفت برسن، من کاری ندارم که دنیا پر از ظلم و جور شده باشه یا نشده باشه، قربت حضرت میشکنن و طبع قرب شکسته شدن قربت حضرت غیبت حضرت هم خواهد شد. احسنتم. جناب آقای امینی بفرمایید که چگونه میتوان از آموزه های مهدویت در حل مشکلات و معضلات اجتماعی استفاده کرد؟ اگر سوالتون یه بار تکرار کنید. بله. چگونه میتوان از آموزه های مهدویت در حل مشکلات و معضلات اجتماعی استفاده کرد؟ آموزه های مهدویت اگر به طور کلی بخوایم صحبت کنیم، باید برگردیم به تاریخ ائمه علیهم السلام که ببینیم از اونها به ما چی رسیده و با درس هایی که از زندگی اون بزرگواران میتونیم بگیریم در برخورد با مسائل مختلف، بازدهی اعتقادات ما در مسائل سیاسی و اجتماعی ما باید بروز کنه و هر عملی که انجام میدیم اگر مطابق با اون چیزی باشه که در زمان خود این ائمه رخ داده، در زمان ما هم شباهت به اونا داشته باشه و بتونیم تشابهی به وجود بیاریم، در واقع ما درسای واقعی مهدویت رو گرفتیم. یعنی باید سعی کنیم جای کسانی بذاریم که بازدهی و آثاری که در زندگی اونا رخ داده در زندگی ما هم رخ بده. اگر نه نمیتونیم بگیم ما درسی از مهدویت گرفتیم. مهدویت به این معناست که شما
باید بازدهی‌های سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، تمامی اون چرا که در طول زندگی از اون برخوردار هستید مصداق واقعی اعتقادات نگرش شما به اون تفکر شما باشه، یعنی نه فقط فکرتون بلکه اعتقاد قلبیتون و بلکه عمل واقعی شما بیانگر اون مسائل باشه. اگر مثلا ما ادعا کنیم که تابع مهدویت هستیم، تابع امام مهدی علیه السلام هستیم، تابع ائمه علیهم السلام هستیم، اما گفتارمون، کردارمون، عملمون کاملا با هم دیگه تنافی داره، این هیچ وقت نمیتونه درس واقعی نه برای خود ما باشه و نه برای جامعه‌ای که درش هستیم، بلکه باید زمینه‌هایی رو ایجاد کنیم. همونطور که عرض کردم ابتدا باید از خودمون شروع کنیم. اگر هجرت واقعی رو از خودمون شروع کردیم به مقامی میرسیم که در مقام انتظار کسی قرار میگیریم که اون شایستگی‌ها و وارستگی‌ها رو داره و زمین ساز میشیم برای حضور چنین کسی که بتونه ما رو به درجات عالیه اون وارستگی برسونه. وگرنه ما نمیتونیم ادعا کنیم که درس از مهدویت گرفتیم یا درس از ائمه علیهم السلام. احسنتم. جناب آقای طباطبایی، توضیح و تبیین شما در خصوص حدیث مشهور یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا چیست؟ وقتی که تاریکی بر عالم سیطره پیدا میکنه، خفاشان قدرت پرواز پیدا میکنه و این زمانی است که نور حقیقت در حجاب باشه. کما این که اشاره میکنم به ادامه بحثی که چند لحظه قبل خدمتتون گفتم، اگر آدم بان معرفت پیدا باشه، نور معرفت اینها باعث میشه این ظلمتی که ما ازش به عنوان ظلم و جور یاد میکنیم بشکنه. ببینید، زیارت معصوم علیه السلام، یا بهتر بگم معصوم علیه السلام برای کسانی مشهود هستند که نزد اونها غریب نیستن. من اشاره میکنم به روایت ابو بصیر که میفرماید که با نازنین وجود مبارک امام محمد باقر روحی فدا به مسجد رفتم و در مسجد حضرت اشاره کردم به من که ابو بصیر، چه کسی من رو میبینه اینجا؟ و من پرتجو میکردم از آدمها که شما امام مسجد، شما حضرت محمد ابن علی رو میبینید؟ همه میگفتن نه، محمد ابن علی کجاست؟ و همون لحظه دیدم ابو هارون مکفوف، یعنی ابو چشم نابینا داشته، معروف بله، آمد، گفت آمد جلو، برگشت به من گفتش که اول سلام کرد خدمت امام باقر علیه السلام. بهش گفتم که ابو هارون، بگر تو جناب محمد ابن علی رو میبینی؟ گفت بله. گفتم تو چطور میبینی در حال که نابینا هستی؟ گفت وجود مبارک حضرت سراسر نوره. ببینید، اگر نورانیت معصوم علیه السلام برای اشخاص مشخص شود، اگر این اتفاق بیفتد، اولین چیزی که اتفاق میفتد عشق است و این عشق میشه راز انتظام. نکته مهم اینه که معرفت ایجاد میشه، که معرفت یعنی حضرت پیش او دیگه غریب نیست. وقتی معرفت غریب نباشه، افرادی که توی کربلا هم باشن کنار حضرت سید الشهدا میستن، ولی اینکه دشمن تو اون شرایط سعی میکنه از حسین ابن علی یک غریب مظلوم بسازه، اونها تازنده هستن نخواهند بسازه. اصلا امتحان غیبت که آخرین امتحان دوران طرح دین است، که میدونید دوران طرح دین از ابتدای ظهور آدم در این خلقت شروع شد و تا زمان ظهور نازل مبارک حضرت ادامه داره و بعد از اون، یعنی زمان رجعت، دوران حکومت دین سر میرسه. اصلا بزرگترین امتحان دوران طرح دین همین غیبت امام معصوم است. ما در همه اعصار و قرون قبل از غیبت بودن افرادی که میمدن، چه دوست چه دشمن، به راحتی خدمت معصوم علیه السلام میرسیدن و میتونستن با حضرت ارتباط برقرار بکنن. حالا چا میتونست از محضر مبارک حضرت به نمیت و معرفت پیدا کردن به این نورانیت حضرت
استفاده کنن یا نمیتونست. اما در زمان غیبت قرار شد در این که خدا افرادی رو تعیین بکنه، کتب فی قلوب ها ایمان هایی بیایند که نیازی به این نداشته باشن که با چشم زر بخوان با حضرت ارتباط برقرار کنن، بلکه بتوانند معرفت به این که نورانیت معصوم علیه، معرفت به نورانیت معصوم علیه السلام، معرفت الله عز و جل و هو دین الخالص. و اینها کسایی هستند که اگر در امتحان همین یقینشون قرار بگیرن، لم یشک و لم یرتب، یعنی حاضر نیستن شک کنن و حاضر نیستن که روی برتابن. اشاره میکنم در این قبار به همون امتحانی که نازنین وجود مبارک حضرت حاجر و حضرت اسماعیل شدن، که آمد شیطان با اینکه امر مسلم و مسجلی بود، حضرت ابراهیم تیگه یک خواب خوش میرفت سر آقازادش رو ببره، شیطان آمد پلوی حضرت حاجر و به حاجر گفتش که داره میبره سر پسرتو ببره. حاجر به جای اینکه بره مقابل حضرت ابراهیم بیسته، به شیطان زنگ زد، آمد سراغ اسماعیل و وجود مبارک پیامبر خدا اسماعیل که پدرت میخواد سر تو رو ببره. او به جای اینکه جونه پدرش در بیا، برگشت به پدرش گفت یا آبت افعل ما تؤمر، و سنگ به شیطان زن. به خاطر همین که اینها، حالا من حرف دل دارم میزنم، هر کسی طواف خانه خدا میکند، این اینکه دور خانه خدا میگرده، باید دور اسماعیل حاجر هم بگرده، چرا که بین آنها و خدا هیچ چیزی خالی نیست و اونها خلیل خدا شدن. اگر ما یه همچین افرادی پیدا کنیم که مثل هارون مکی اعتماد به معصوم علیه السلام، بدانن که حضرت نور مطلق خداست و در امتحاناتی خدا میکنه شک نکنن و علم الیقینن انشاءالله به عین الیقینن برسن و حق الیقینن که دیگه نهایتش از پای معصوم علیه السلام وایستن، شک نکنید که قربت حضرت خواهد شکست و ثمره شکست شدن قربت حضرت همین شکست شدن غیبت است و دنیا به نور حضرت روشن خواهد شد و این ظلمات که گفتم ظلمات می شود که ناشی از آن این است که تمام ددان، گرگان انسان نما، خفاشانی که دنبال تشنه مکیدن خون مظلومان هستند، با ظهور این خورشید همچون از صحنه به در می روند و معاملت ظلمن و جورا می شود، معاملت قسطن و عدا، همون تعبیری که حضرت فرمود و لیل اذا یخشا و نهار اذا تجلی. احسنتم جناب آقای امینی. با توجه به وقت باقی مانده فکر میکنم این آخرین سوال باشه. بفرمایید که نقش جوانان در ترویج فرهنگ انتظار و زمین سازی ظهور چیست؟ از اونجایی که وجود جوانان همیشه در طول تاریخ و در تاریخ سازی برای هر قوم و جامعه‌ای منبع انرژی بوده، میبایست که کسانی که راه رو بلدن، در واقع میتونن چراغ هدایت رو به دست بگیرن، جوانان رو به طرز صحیح راهنمایی کنن تا اونها بتونن راه درست رو از غلط تشخیص بدن و با توجه به مسئولیت هایی که بر قشر آگاه هر جامعه هست، این وظیفه هر روز سنگینتر و سنگینتر میشه. به خاطر اینکه جذابیت‌های مادی در دنیا روز به روز داره بیشتر میشه، در نهایت باید جذابیت‌های معنوی همزمان پیش بره و اون نیاز به از خودگذشتگی بزرگان و کسانی داره که در مقام راهنمایی جوانان قرار دارن و با از خودگذشتگی بیشتر بتونن این مسیر رو برای جوانان روشن‌تر بکنن تا از این منبع انرژی که در قشر جوان وجود داره بشه استفاده صحیح رو کرد در پیاده کردن ساختارهایی که برای ظهور منجی که لازمه به وجود بیاد که در این عالم بتونه قسطعت رو برپا بکنه، از این نیرو به نحو احسن استفاده بشه. متشکرم. جناب آقای طباطبایی، با توجه به روایات اهل بیت علیهم السلام بفرمایید که منتظران امام زمان چه وظایف فردی و اجتماعی دارند؟
طبق همون فرمایشی که حضرت فرموده، اولین چیزی که برای همه ما نیاز هست تألیف قلوبه. خدا کنه که اون اتفاقی که زمان صدر اسلام بین شیعیان افتاده بود، همون محبتی که بینشون بود، همون گذشتی که بینشون بود، بدیهای همدیگر رو نمیدیدند، فقط خوبیهای همدیگر رو میدیدند، حاضر بودن برای همدیگر گذشت کنند و دیگری رو بر خودشون ترجیح بدن. اگر این اتفاق بیفته، ما فکر کنم قدم اول رو برای شکستن غیبت برداشت. در مرحله ثانی همون وفای به عهد یا همون معرفت به نورانیت است. اصلا در سوره ولعصر که همه اشاره دارن که این سوره ولعصر اتفاقا نظر به وقایعی است که در زمان غیبت میفته، نشان بده چه کسانی پیروز میشن. ولعصر ان الانسان لفی خسر، تمام کسایی که فراموش کردن حقیقت خودشون رو در خسرانن. انسان از ماده نسی المنسی است، تمام کسانی که حقیقت خودشون باشن در خسران و ضرر خواهند بود، همه اینا شکست خواهند خورد. الا الذين امنوا، اولین شرطی که اونایی که برنده میشن معرفتی ها هستن و عمل صالح، و اونهایی که هستن که به این معرفتشون عمل میکنن، پای این ایمان و معرفتشون میستن، تواصل بالحق، کمک میکنن به دیگران که دیگران هم به این معرفت برسن و تواصل بسن، در امتحان معرفت خدا پیروز خواهند شد. احسنتم. اگر این اتفاق بیفته و دوستان عزیز و بلخص بزرگان بر این اتفاق کنن، شاید بگم چه بسا برنامه های بعدی دیر یا زود باید جشن شکست شدن غیبت و ظهور خورشید حقیقت رو بگیم. الهی آمین. متشکرم از هر دو بزرگوار، جناب آقای طباطبایی و جناب آقای امینی، که دعوت شبکه امام حسین علیه السلام رو پذیرفتید. بیننده های محترم، با ادامه پانوراما در خدمت شما هستیم. سلام علیکم، عیدتون مبارک باشه. خیلی خوشحالم که در این شب عزیز باز هم مهمون خونه‌های شما هستیم. عاشقی، یک دل عاشقی و هزار دردسر. عاشقی عجب موضوع داغیه، موضوعی که هیچ موقع سرد نمیشه. یکی از جزهای لاینفک عاشقی هم انتظاره. اصلا نمیشه عاشق باشی و منتظر نمونی. آخ که این انتظارم خودش یکی از لذت بخشترین قسمت‌های عشقه. اصلا نمیشه که منتظر نباشی. این دوری، این انتظار خودش باعث اشتیاقت میشه. فکر بکن همسرت یک مأموریت خیلی طولانی رفته و برمیگرده. فکر بکن پدرت رفته یک سفر طولانی و برمیگرده. همه انتظارا به کنار، اون وصال چه میکنه با آدم؟ اصلا دوست داری منتظر باشی که به اون وصاله برسی. بچه‌ای که رفته مهاجرت کرده و بعد از سالیان سال میبینیش، چه حسی پیدا میکنی؟ اون کسی که بگه من عاشقم و اما منتظر نباشه، اصلا عشق رو نفهمیده. اصلا عشق بدون انتظار معنی داره به نظر شما؟ چطوری میشه آدم عاشق باشه و منتظر نباشه؟ اگر در بین راه عاشقیت خسته شدی، دل سرد شدی، گفتی ای بابا بس دیگه، این هم ما رو قال گذاشت و رفت، چقدر دیگه منتظرش باشم؟ آخه هر چیزی حدی داره دیگه، تا کی؟ داره موهام رنگ دندونام میشه، چی کار باید بکنم دیگه؟ ولش بکنیم، اگه میخواست بیاد میومد. دقیقا همین لحظه بوده که اون معشوقت منتظر بوده ببینه تو چی کار میکنی، منتظر ببینه تا کجا و تا کی پاش وای میستی.
اونجا دقیقا وقت امتحان پس دادنت بوده. اما عاشقی رو هر کسی خوب میتونه بفهمه. کافیه سری بزنید به تاریخ، به رمان‌هایی که نوشته شده. اونجا میبینید عاشقان واقعی چی کار کردن. برید بخونید. ببینید چی کار کردن. اون موقع وصال هستش که مشخص میشه کی عاشق بوده و کی به دروغ برای منافعش، برای اینکه بقیه براش دل بسوزنن، بهش محبت بکنن، ادای عاشقی رو در می آورده. بریم سراغ سوشیال مدیا و نظر کاربران فضای مجازی. امیرزا گفته یکی از وظایف اصلی شیعان در اصل غیبت آشنا کردن مردم دنیا و دعوتشون به همین حریم اهل بیت است. ما نباید کاری کنیم برای ما نباید کم کاری کنیم برای امام زمان. مشکات هم نوشته یکی از سفارش تاکید در میکیار المکارم به وظایف شیعان در اصل غیبت ایجاد پیوند قلبی با امام زمان هست و به زمان خودمونی تلپاتیه، طوری که رابطه پدری فرزندی قویاً حس بشه. بچه مذهبی ها جواب بدین کدوماتون لحظه به لحظه حضورشون رو کنارتون حس میکنید، مثل حضور خواهر و برادر و سایر افراد. خدیجه هم توییت کرده وظایف کلی شیعان در دوران عصر غیبت: معرفت امامان، تسلیم در برابر ایشان و واگذاری امور به ایشان در اموری که اختلاف پیش میآید. سما هم گفته یکی از وظایف شیعیان در دوران غیبت صبر در سختی‌ها و دوری آن حضرت و استقامت بر دین و مسائل دینی است. شرایط بسیار دشوار عصر غیبت مستلزم آن است که هر شیعه منتظری در برابر مشکلات و گرفتاری‌ها بایستد و از موجودیت و هویت خیش دفاع کند و صبرش مغلوب حوادث نشود. احمد هم گفته وظایف شیعیان در عصر غیبت رعایت ادب نسبت به یاد امام، محبوب نمودن آن در میان مردم، دعای بسیار، انتظار فرج و ظهور امام، گریستن و گریاندن و حالت گریه برای فراق، هدیه کردن بخشی از دارایی مؤمن برای امام و صدقه دادن، درخواست صبر از خداوند متعال، خواندن دعاهای تجدید. دیگر این توییت کرده توبه واقعی از ته دل. از مهمترین وظایف شیعه نسبت به امام است انجام توبه واقعی است. یکی از اصلی ترین دلایل غیبت امام زمان گناهانی است که از انسان‌ها سر می‌زنند. امام زمان در توقیع خود به شیخ مفید گناهان ما را دلیل اصلی غیبت می‌دانند. علیرضا گفته ما باید در صدد آن باشیم که ضمن بررسی مفهوم، اهمیت و ضرورت، فضیلت و آثار انتظار به برخی از وظایف شیعیان و منتظران واقعی حضرت بقیت الله علیه السلام در اصل غیبت بپردازیم. با امید آن که خود از منتظران و عاملان واقعی باشیم انشاءالله. اکانت دیگه هم نوشته یکی از وظایف مهم شیعیان در عصر غیبت نزدیک دانستن ظهور است. نزدیک دانستن ظهور به معنای توقیت و وقت تعیین کردن نیست و حدیث شریف کذب الوقاتون یعنی زمان مشخص تعیین کردن برای ظهور. همچنین در حدیث شریف داریم که فرمودن هنگامی که دعا میکنی حاجتت را دم در ببین. به به اینجا هم کیخورونه جشن میلاد امام عصر. در خیابان‌ها و کوچه های کربلا پر از این موکب های کیک و شیرینی هست. من خودم که عاشق کیکم، امیدوارم که شما هم تشریف بیارید و از نزدیک میل کنید و نوش جان کنید. ممنونم که با من همراه بودید. عیدتون بازم مبارک باشه. امیدوارم که جزو یاران امام زمان محسوب بشید. ادامه برنامه رو هم با من ببینید. سلام بر محمد و آل محمد و درود بر شما بینندگان گرامی. اعیاد شعبانیه را تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. در خدمت شما هستیم با اخبار شیعیان در افق پانوراما. حرم مطهر حسینی روز شنبه از آغاز اجرای طرح خدماتی خود برای زیارت میلیونی نیمه شعبان خبر داد. امیر محمد علی رئیس بخش خدمات بیرونی عتبه حسینی طی بیانیه‌ای اظهار داشت علاوه بر اعضای این اداره 400 نفر داوطلب در ارائه خدمات در روز نیمه شعبان شرکت خواهند کرد. وی در ادامه گفت
این طرح شامل ایجاد 120 مرکز بهداشتی درمانی که 60 آن مختص آقایان و 60 دیگر برای بانوان در نقاط مختلف تدارک دیده شده می باشد. محمد علی همچنین به تأمین آب آشامیدنی و آب مورد نیاز برای پخت و پز موکب‌های حسینی و نیز تأمین تعدادی ماشین حمل زباله خبر داد. مجمع‌رسانه امام حسین علیه السلام از پوشش زنده مشایع میلیونی نیمه شعبان از شهرهای مختلف عراق به سمت شهر مقدس کربلا خبر داد. این مجموعه رسانه‌ای مطابق سالهای گذشته علاوه بر پوشش زنده مشایع نیمه شعبان، مراسم زیارت شعبانی در حرم مطهر امام حسین علیه السلام را از طریق تلویزیون‌های ششگانه خود به 5 زبان فارسی، عربی، انگلیسی، اردو و ترکی پوشش می‌دهد. در پایان گفتنی است شیعیان بسیاری از سراسر جهان در شب نیمه شعبان همزمان با میلاد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف در شهر مقدس کربلا گرد هم می‌آیند و این روز بزرگ را گرامی می‌دارند. برنامه مسیر توسعه که با همت بخش حقوقی مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مثبال حسین علیه السلام اقدام به برگزاری دوره‌های تخصصی آموزشی با حضور مربیان و کارآموزان نموده بود، از اتمام این دوره‌ها و اعطای گواهینامه مشارکت بین شرکت کنندگان در این دوره‌ها خبر داد. شاین ذکر است این دوره‌های آموزشی به مدت 8 روز به طول انجامید و با محوریت 3 برنامه آموزشی تخصصی ارائه شد که عبارتند از برنامه درسی توسعه، برنامه درسی رفتاری و برنامه درسی حرفه‌ای. گفتنی است در این دوره‌ها اساتیدی از جمله دکتر احمد فاضل الصفار، دکتر محمد محسن، استاد تربیت بین المللی امیر الخرسان و دکتر روید حسن همگی به سخنرانی پرداختند. و خبری از هندوستان، شورای عالی دهلی اجازه اقامه نماز شب برات که نمازی مختص به شب نیمه شعبان می باشد و در بین مسلمانان این کشور رواج دارد را نداد. گفتنی است در این شب مردم مسلمان در مساجد گرد هم می آیند و از خداوند برای گناهان خود و اجدادشان طلب آمرزش می کنند. در همین راستا رسانه‌های محلی اعلام کردند دادگاه عالی دهلی روز جمعه اجازه اقامه نماز در مسجد آخونچی و قبرستان مجاور آن در مهرائولی را که اخیراً تخریب شده بود را رد کرد. گفتنی است مسجد آخونچی که بیش از 600 سال خدمت دارد و همچنین مدرسه بحرالعلوم به عنوان سازه‌های غیرقانونی در سانجوان اعلام شد و در 3 ژانویه تخریب شدند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از الجزیره، بر اثر واژگونی قایق مهاجران در کشور مالت 5 نفر کشته و 8 نفر دیگر مجروح شدند و 21 نفر توسط نیروهای مسلح مالت نجات یافتند. در این زمیت معاون فرمانده نیروهای مسلح به خبرنگاران گفت متوفیان شامل 4 مرد و 1 زن بودند. گفتنی است حدود 21 مهاجر نجات یافتند و به مرکز مهاجران منتقل شدند و گمان می‌رود که مسافران از لیبی حرکت کردند، اما تابعیت آنها از کشورهای مصر، اریتره، غنا و سوریه گزارش شده است. در پایان پلیس اظهار داشت عملیات جستجو در خارج از ساحل ادامه دارد تا اطمینان حاصل شود که هیچ مسافر دیگری در دریا باقی نمانده است. و یک خبر علمی، دانشمندان موفق شدند که یک فسیل کامل، جدید و فوق‌العاده از یک خزنده آبزی به طول 5 متر از دوره تریاس که نخستین دوره از دوران میان زیستی را کشف کنند.
خدمت این موجود به 240 میلیون سال پیش برمیگردد و به دلیل گردن بسیار بلندش لقب اژدها را به خود اختصاص داده است. این گونه جانوری دینوسفالوسور نامیده می شود که گونه ایست که برای اولین بار در سال 2003 میلادی شناسایی شد. این فسیل جدید و دیدنی به دانشمندان این امکان را داده است که آناتومی کامل این جانور عجیب و غریب ما قبل تاریخ را ببینند. دکتر نیک فریزر از موزه ملی اسکاتلند که عضو تیم بین المللی کشف این فسیل بوده میگوید این اولین باری بود که دانشمندان توانستند فسیل چنین جانوری را به طور کامل ببینند. و اما خبر آخر، محمد هادی رادفر دبیر جامعه اورولوژی ایران گفت سرطان پروستات دومین سرطان شایع در میان مردان ایرانی است. او افزود مردان باید در کنار پیروی از سبک زندگی سالم مانند رژیم غذایی، پرهیز از مصرف دخانیات، ورزش منظم و مراجعات منظم دوره‌ای به پزشکان از سلامت خود اطمینان حاصل کند. دکتر محمد هادی رادفر گفت امروزه در صورت مراجعه و تشخیص زودرس بسیاری از تومورها به خصوص در مثانه و کلیه را می توان با روش‌های اندوسکوپی و لاپاروسکوپی یا جراحی‌های کم تهاجمی کنترل کرد. و همچنین گفت سرطان مثانه و کلیه از دیگر سرطان‌های شایع در سیستم ادراری هستند که سیگار، تریاک و قلیان از اصلی ترین عوامل ابتلا به این بیماری به شمار می‌روند. سپاس از همراهی شما با خبر پانوراما. شب خوش. بیننده های محترم شبکه امام حسین علیه السلام، یک بار دیگر میلاد سراسر نور منجی بشریت، آخرین ذخیره الهی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رو خدمت یکایی که شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. از اینکه با این قسمت از پانوراما همراه ما بودید از شما متشکرم. دعاگو و نایب زیارتون هستم. خدا نگهدار شما. یا علی مدد.